با سلام به شنوندگان رادیو پیام، امیر هستم و امروز شنبه 13 مهر ماه 1392 برابر با 5 اکتبر 2013 در ادامه بحثای بررسی دهه 60 امروز در خدمت خانم نسرین پرواز هستیم، از فعالان سیاسی و از زندانیان سیاسی سابق. درود میفرستم به شما خانم پرواز و سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. منم سلام میگم به شنوندگانتون و ممنون که دعوتم کردیم. خواهش میکنم خانم پرواز، اگر موافق باشی یه مقداری ما از خود شما در با سابقه سیاسی و مبارزاتیتون بشنویم و فعالیتهایی که الان دارین، بعد برگردیم و یک بررسی داشته باشیم در رابطه با مسئله در واقع دوران دهه 60 و مبارزات اون، و شاید بتونیم قیاسی داشته باشیم اون دهه رو با شرایط کنونی. خواهش میکنم. در تو خودم من در واقع وقتی جمهوری اسلامی قدرت گرفت تو ایران، من فعالیت سیاسی از اون موقع شروع شد و در واقع در مبارزه با جمهوری اسلامی فعالیتی هم شروع شد که سال 61 در واقع هوادار اتحاد مبارزان کمونیست بودم، دستگیر شدم و سال 69 از زندان آزاد شدم. سال 93 اومدم انگلیس و تا حالا انگلیس هستم و فعالیت ما به شکل کار بین مردم به زبان انگلیسی بین مردم توی انگلیس پیش میبرم. منظورم این که من نمیرم بین قالدمان و اینا، ولی کار میکنم در علیه اعدام و بین مردم و میگم که این دست همه ماست، مردمه که باید در واقع اعدام و پایان بدن به اعدام به همه کشورها. این فعالیت سیاسی. بله، شما کتابهایی هم منتشر کردین در رابطه با گذشته تون و در رابطه با کتاب ها رو میتونید نام ببرید به نوع؟ کتاب زیر بوته لاله عباسی با خاطرات زندان هم هست که تو وبسایت هم هست، و کتاب دیگه به زبان فارسی و صفحه ایلود هست که اونم تو وبسایت هم هست. در رابطه با وسوسه این بود، در رابطه با چند تا از زندانی های مرد در دهه 60، در واقع سال 67، در واقع دوره کشتار زندان سیاسی توی سال 67 و این کتاب بیشتر در موردش هست. بعد به انگلیسی می‌نویسم الان و یه سری داستانم که عمدتاً در ارتباط در واقع علیه اعدام، علیه زندان و علیه و در واقع در ارتباط مبارزاتی که مردم دارن توی ایران هست، بخشش بعضیشون چاپ شدن توی کتابای متفاوت. و یه کار دیگه که می کنم با یک شاعر انگلیسی، یه سری از شعرهایی که در ایران حق چاپ ندارن چون در علیه اعدامن، یا یعنی که این شعرها بافتاب شرایط تو ایران هم، شرایط سرکوب و اینا هستن یا فقر حتی، اینا رو به انگلیسی ترجمه کردیم که اینا عمدتا توی سری های مدرن پویتری ترنسلیشن چاپ شدن در 7-8 سال گذشته، بعضی هاشون باز چاپ شدن. بله بله، متشکر خانم پرواز. برگردیم به دهه 60. دهه 60 شاید گفت در تاریخ معاصر ایران اهمیت و ویژگی خاصی رو با خودش داره، و یکی از دلایلی که به هر حال ما سعی داریم این موضوع بحث‌های مختلفی رو با کسایی که در آن دهه فعال سیاسی و بودن بررسی بکنیم، وضعیت همین دهه 60 هست با خصیصه‌های خودش. از دید شما دهه 60 چه خصوصیاتی رو داره و چه اهمیتی داره بررسی اون دهه در شرایط کنونی؟ دهه 60 به خاطر این خیلی مهمه که انقلابی که مردم درش بلند شده بودن، برای آزادی میخواستن و
یک زندگی بهتری میخواستن، این انقلاب سرکوب شد. و وقتی میگیم این انقلاب سرکوب شد، این دیگه انقدر دیگه موضوع بزرگیه که حتی با چارت کتاب نمیشه اینو توی چارت کتاب نشونداد یا مثلا توی ساعتها صحبت نشونداد. ولی چون اگه نگیم میلیون، حداقل میتونیم بگیم صدها هزار نفر درگیر این مبارزه بودن، برای آزادیشون مبارزه میکردن، برای حقوقشون مبارزه میکردن. و اینها در واقع وقتی میگیم انقلاب سرکوچه، یعنی رژیم اینها رو میخواست بفرسته خونه، از خواستهاشون کتا بیان و هزاران نفر دستگیر کرد. در واقع تو اون دهه میشه گفت صدها هزار نفر دستگیر کرد و هزاران نفر اعدام کرد. منطقه من دوست دارم سری این یه مقدار صحبت کنم که اون مبارزات چی بود و چقدر اون آرمان ها هنوز زنده هستن و یا مبارزاتی که امروز هست چقدر بر مبنای اون آرمان هاست که ما دستگیر شدیم. ببینید امثال منی که توی زندان 8 سال موندیم و حاضر نشدیم کوتا بیاییم و به خاطر همین نگهمون داشتن، و یا کسایی که اعدام شدن، یه پرنسیبایی ما داشتیم. من میخوام بگم متاسفانه تیر خلاصی زده شده به این پرنسیبا، به اون آرمان ها. من اینجا اگه میگم اپوزیسیون توی تفاهم نشه، من 100% منظورم همه ی آدم هایی که امروز درگیر مبارزه هستن منظورم نیست. منظورم میتونم ولی بگم عمده بخش عمده ای از اپوزیسیون امروز متاسفانه تیر خلاصی زده به تمام اون آرمان هایی که خیلی برش مردن و امثال من توی زندان موندیم. یعنی چی؟ بخوام مثال بزنم. ببینید این کسایی که در واقع اون دوره که ما مبارزه میکردیم و حاضر نبودیم در واقع از مثلا آزادی سیاسی دفاع میکردیم و رژیم گفت نه بریم بریشیم این خونهاتون، ما برای نمیدونم آزادی نه مبارزه انقلاب نشده، برای اسلام مبارزه شده، ما تو خیابونا موندیم و دستگیر شدیم. الان فرق میکنه. الان در واقع ما اون موقع به هیچ عنوان نه تنها نگاهمون به قدرت، به قدرت جمهوری اسلامی، به آدم هایی که تو دولت بودن، به اونایی که تو قدرت بودن، نه تنها کنه توهم نشیم و نه تنها نمیخواستیم به تکای با اونها چیزی رو تو ایران تغییر بدیم، برای اینکه میدونستیم که تایی که قدرتن برای در واقع حفظ سرمایه‌داری توی ایران اومدن و نهایت کاری که میکنن کیسه‌های خود جیبای خودشون رو پر کنن و به هیچ عنوان برای نمیتونن، نمیخوان هیچ نقشی در رابطه با بهبودی زندگی مردم و یا آزادی های سیاسی داشته باشن. همونجور که دیدیم سرکوب بیشتر کردن و حداقل آزادی فردی هم که وجود داشت رو گرفتن و شاید وضعیت طبق کارگر امروز به روز بدتر شد. اون زمان ما هیچ توهم و هیچ نگاهی به قدرت های بیرون از ایران هم نداشتیم. ما حاضر نبودیم از دولت های غربی، از قدرت های بین المللی به اینها متوسل بشیم و بگیم که بیاین کمک کنیم، جمهوری اسلامی رو برداریم، بیاین کمک کنیم آزادی توی ایران داشته باشیم، بیاییم کمک کنیم بعض طبقه را یه بهتر بشه. ما میدونستیم که ایران جزیره نیست. ایران یکی از کشورهایی توی دنیای سرمایه‌داریه که فهمش از در واقع اون شرایط اینه که برای اینکه سود مناسبی که سرمایه میطلبه به جیب سرمایه دار بریزه باید سرکوب بشه، باید اون حداقل زندگی که کارگر باید داشته باشه نباید داشته باشه، تا وگرنه اون سودی که میخواد داشته به جیب سرمایه دار بریزه نمیریزه. و به خاطر همین
و میدونستیم در واقع سرمایه‌داره همه با هم متحدن، حالا زیر اداره به اسم سازمان اسم مستعار سازمان ملل که باید گفت سازمان دولت ها، منتها شکل مبارزه که ما داشتیم، حالا من میگم ما آدم هر کسی به این شکلی اینو پیش می برد، یا این که بالاخره حداقل این آرمانا رو داشت، حالا اگر کار دیگه ای هم می کرد، ولی چیزی که ما می گفتیم که مردم باید در واقع قدرتمند بشن، مردم هایی که می تونن شرایط خودشون رو تغییر بدن، مردم هایی که می تونن آزادی رو که در واقع به خاطر زمین زدن سرنگونی شاه به دست آورده بودن میتونن حفظ کنن و اون آزادی سیاسی رو، و در واقع اینکه کارگران میتونن با قدرتگیری، اولا خب متشکل شدن، حالا بعد قدرتگیری میتونن شرایط انسانی رو تو ایران به وجود بیارن. من میخوام بگم هیچ کدوم از این ذهنیت ها متاسفانه تو بخش اعظم فعالان سیاسی امروز وجود نداره، حتی اگر در حرف بگن در عمل چیز دیگه ای میبینیم. برای مثال من میتونم دو تا چیز رو در واقع در موردش به طور خلاصه حرف بزنم و بعد برگردم بگم چرا به این نتیجه رسیدیم، به اینجا رسیدیم. ما این دو تا چیزی که دوست دارم بهش اشاره کنم، یکی یه شعاره که میتونه این شعار در واقع به عنوان یکی از شعارهایی که وجود دارن میشه بهش دست کرد، شعار نه فراموش میکنیم نه میبخشیم. این شعار اصلا سیاسی نیست، این یک شعار عزاداریه. حالا میشه بعدا سرش بحث کنیم این شعار عزاداری کجا میاد، از متن کدوم فرهنگ مذهبی رشد کرده. یکی اینه، من دوستم سرش حرف بزنم. یکی هم دادگاه تریبینال، این دادگاه یک نمونه از فعالیت سیاسی تیر خلاصی مبارزه مردمی. اجازه بدید قبل از اینکه به این بحث وارد بشیم، وارد جزئیات، یک نگاهی داشته باشیم به موضوعاتی که شما اشاره کردید، از جمله اینکه نسل آرمانخواه و اینکه اون آرمانخواهی و پرنسیپال هاش الان زیر سوال رفته و تیر خلاص خورده و عملا موجود نیست. صحبت از سوء تفاهم این بود که در اون دوره به رژیم سوء تفاهم نبود و سوء توهمی هم به بله و توهمی هم نبود به اینکه از خارج بیان و در واقع رژیم رو براندازن و آزادی بیارن. اگر نگاهی کنیم به نیروهای اپوزیسیون، چون اینجا مشخص نیست دقیقا، وقتی ما صحبت از اپوزیسیون میکنیم یک مجموعه وسیعی رو با طیفای فکری سیاسی مختلفی در اون اپوزیسیون قرار میدیم که وقت مشخص نمیشه، چون اگر برگردیم به دهه 60 خیلی هم بودن اون موقع که جزء اپوزیسیون رو حساب نمیشدن، ولی جزء نیروهای سیاسی فعال بودن که به نوعی در واقع شاید ضربه اصلی هم اونها به کمر جنبش چپ ایران زدن و پشت سر نظام ایستادن و عملا فجایع رو در واقع کمک کردن. اپوزیسیون الان ما نه، مثلا ما یه نمونه مثل نیروهای راستی که از سازمانهای سیاسی بیرون اومدن، عملا اونها درون اون نیروهای سازمانهای سیاسی بودن. خب این انشعابی که صورت گرفت، بخشی از اونها که الان اومدن اپوزیسیون، هنوز هم توهماتی رو که اون موقع بود رو به نوعی میشه شاهد بود. این اپوزیسیونی که دارید مطرح میکنید عمدتا کیا رو دارین مخاطب قرار میدید؟ من همه اون کسایی رو، منظورمه که از ابتدای جمهوری قدرت گرفتن جمهوری اسلامی علیه جمهوری اسلامی بودن. من منظورم توده و اکثریت اینا نیستن، اینا هیچ، اینا همچنان از همین اول طرفدار جمهوری اسلامی بودن و همچنان هم هستن. من از نظر من اینا اگه بخوام به عنوان اپوزیسیون و
هر فعال سیاسی بخوایم بگیریم یا هر جریان سیاسی که حالا یه دوتا نقد داره رو جمهوری اسلامی، چون دوست داره که مثلا حالا جمهوری اسلامی مثلا فلان آزادی رو به این هم در واقع مثلا این جریان هم دخیل کنه تو قدرت. من منظورم اونا نیست، من منظورم اوناییه که واقعا آزادی سیاسی بدون قید و شرط میخواستن، میگفتن همه باید آزاد باشن، همه باید در واقع با سانسوری که تو زمان شاه بود مخالف بودن و بعد تو زمانی که جمهوری اسلامی اومد و حتی ما یادم میاد روزنامه آیندگان بود، من اولین تظاهراتی که دیدم و واقعا شوک شدم و میتونم بگم توی تمام برای تمام زندگی تاثیر گذاشت، چون که من شاهد بودم چجوری خب من خودم اون سوسیالیست کمونیست میدونستم، ولی به نظرم باید اونم حق داشته باشن. روزنامه آیندگان مال بخش به هر حال مال لیبرال ها بود تا اونجا که اشتباه نکنم، تا اونجا که یادمه، ولی خب برای من اینجا که همه باید آزاد باشن. من اینجا وسیله بودم و وقتی حزب الله یا ریختن با سنگ و با چاقو و با و همه کردن به نمیدونم چه جمعیتی بود، چون تا چش کار میکرد مردم بودن در اعتراض به بستن این روزنامه، ولی خب ریختن توی مردمی که اصلا هیچ گونه اصلاحی نداشتن که خودشون دفاع کنن و بستن. و ببینید من توضیحات اضافی ندارم، اون شما میگنید منظور از چه بخشی از اپوزیسیون، منظورم از اون بخشی از اپوزیسیونی که در مقابل جمهوری اسلامی وایستاد و سرکوب شد، منظور من اینه. بله مشکر، این بهتر حداقل میشه راحتر طرف رو مشخص کرد که در طرف صحبت ما با چه کسایی هستن. حالا آیا حالا به نظر شما اون آرمانخواهی از اون نسل آرمانخواه فاصله گرفته و کسایی که الان هستن از همون فعالین سیاسی کمونیستایی که به هر حال در اون دوره فعال بودن و عمدتاً بخش وسیع از زندانها رو و بخش وسیع از اعدامی‌ها رو هم تشکیل می‌دادن، بازماندگانشون از اون پرنسپ ها فاصله گرفتن، این چیزی که شما الان مطرح؟ دقیقا، هم بازماندگان، هم از در واقع اون نسلی که دهه 60 مواظم که و زنده مونده، هم اونا و هم در واقع بخشی از نسل جدید. متاسفانه نسل جدید هم افتاده دنبال، حالا بنابر این که خب تو چه روابطی بوده بزرگ شده، اومده داره همون سنت ها رو پیش میبره، یعنی اگه نگاه بکنیم میبینید همونه. و ببینید مثلا من برای مثال گفتم دیدیم این دوتا، چون این دوتا مؤلفه که مثلا این شعار نفراموش میکنیم نمیبخشیم، یه چون به خود قرار میگرده به اعدام های دهه 60 و بحث ما در رتبه دهه 60، این نشون میده شما نگاه کنید چه چیز سیاسی تو این شعار هست. ببینید این نمیاد بگه، این شعار حتی اینو نمیگه بابا اعدام باید امروز متوقف بشه و مخالف اعدام همیگه، میگه فهمشون مگه اصلا میشه فراموش کرد، مگه میشه بخشید، چی رو ببخشید، چی رو فراموش کنید؟ بعد وقتی اینکه همچنان داره اعدام میشه، خب آیا قرار باشه سال دیگه آدمایی که امروز داره اعدام شدن بعضی بگن اینا رو هم نمیبخشیم، ما هم فهم شد هزار سال دیگه؟ یعنی چی؟ میخوام بگم این چه مبارزه رو پیش میبره؟ مبارزه رو پیش نمیداره و هیچ انرژی به جنبشی که این شعاره داره، این شعاره هیچ انرژی برای تغییر و استادن جلوی اعدام ها و فعالیت علیه اعدام ها هیچ انرژی به این جنبش نمیده، چون هیچ من البته هدفم این نیست که دفاع بکنم از این که آیا هست یا این که موضع بگیرم، نه 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 نه، من بیشتر میخوام موضوع رو بگم که
تا استنباط من از این شعار، کسایی که اینو میدن این که یاد اون کسایی که اعدام شدن، چون عملا به نوعی خصوصا دهه 60 داره از پرونده رژیم کنار گذاشته میشه و تاریخ رو از 67 معمولا نگاه میکنن، نه اون سرکوب ها، نه اون تعرض و تهاجم که شما به درستی اشاره کردید رژیم به انقلاب و به انقلاب مردم در همون ابتدا. شاید هدف اونی که این دوره رو باید برگردون، نمیدونم، من فقط در... نه این شعار اصلا ربطی به اون نداره، ولی این که صحبتی شما میکنین کاملا درسته، این که دارن در واقع سرکوب و از 67 میگن، به خاطر این که اتفاقا تو سال 60 و 61 اعدام هایی که اگه بعدها معلوم میشه چقدر اعدام در سال 60 و 61 انجام شد، اگر امیزاره این اعدام ها تعدادشون مشخص بشه، چون فقط از تهران و مثلا شهر اصلی نبود، خیلی جاها بود، اگه مشخص بشه معلوم میشه حتی در از 3 ماه، هر 3 ماه یا 4 ماه سال 60 و 61 چه بسا بیشتر از همون 3-4 ماه شد سال 67 اعدام صورت گرفته. ببینید منطقه این شما هیچ رابطه به این مسئله نداره، یعنی این در واقع این مسئله که میان میگن بیشتر سال 67 اومده میکنن، بخواست این که بخشی از کسایی که در واقع همکاری کردن با جمهوری اسلامی در سال 60 و 61 شریک اون جنایت هان، برای همین نمیخوان در واقع اون جنایت های سال 60-61 خیلی برجسته بشه، چون خب بالاخره این جریاناتی که به همراه بودن کمک کردن اینا هم میاد رو، و مسئله اینه که متاسفانه این جریانات بلندگوی بیشتری دارن تا جریاناتی که سوسیالیستن و کمونیستن، یعنی جریاناتی که مردمی هن، این جریاناتی که طرف قدرت ها کنار قدرت ها ایستادن همیشه امکانات بیشتری داشتن، برای همین هم میان میگن مسئله 267 رو عمده می کنن. اشاره داشتید که شعارش جنبه مذهبی، اگه تونستید این رو توضیح بدید ممنون میشم. خب این خیلی بحث طولانی میشه، ولی من به طور خلاصه اگه بخوام بگم، ببینید ما نمیتونیم بدون در نظر گرفتن بستر تاریخی فرهنگی که یک مبارزه یا یک شعاری رشد میکنه، این شعارها رو، این مبارزات رو بدونید بستر تاریخی فرهنگیشون، بستر اجتماعیشون، نمیتونید اینا رو بررسی کنید. این شعار برمیگرده به همون در واقع فرهنگ مذهبی که برها ایرانی ها توش بزرگ شدن. شما نگاه کنید هر سال تاسو عاشورا برگزار میشه و متاسفانه شهریور داره میشه در واقع تاساشار اپوزیسیون ایران. ببینید این که فراموش نمی کنیم، نگاه کنیم، میگم هیچ چیز سیاسی توش نداره، هیچ شعار سیاسی، هیچ بار سیاسی، پتانسیل سیاسی توش نیست، مثل همون میمونه که در واقع هر سال تاساشورا اسلامی ها میان بیرون عزاداری میکنن، گریوزاری میکنن، حتی قمه میزنن به خودشون، برای این که نمیخوان فراموش بشه 1400 سال پیش چه اتفاقی افتاد. ولی خب ببینید طبیعیه، ما از اون جامعه اومدیم، طبیعیه که اون کوله باری که بالاخره با خودمون آوردیم، اون فرهنگ و همچنان با خودمون داشته باشیم، اگر نخواهیم بررسیش کنیم، اگه نخواهیم نقدش کنیم. و متاسفانه نقد حرف خیلی بدیه توی کلن اپوزیسیون ایرانی، بحث، بررسی، اینا چیزایی هم که ازش فرار میکنن، و متاسفانه برای همینه که امروز بعد از 3 دهه ما نه تنها در واقع اون آرمان ها فراموش شدن، نه تنها اون پرنسیپ ها که اتکا نکنیم به اون قدرت و مردم باید در همبستگی در قدرتمند کردن مردم که میشه چیزی رو تغییر کرد، حتی میبینید انقدر عقب رفته که
یه همچین شعارهایی و همچین فعالیتهایی تو ایران تریبونال رو ما میبینیم که من اسمش رو میذارم تیر خلاصی به مبارزه مردمی زدن و توضیح میدم چرا. ببینید ایران تریبونال فعالیتش رو نه به اتکای مردم بلکه به اتکای سیاست در واقع دخالت و کمک گرفتن از قدرت‌های بین‌المللی، قدرت‌های غربی در واقع فعالیت این فعالیت سیاسیه. ایران تریبونال کاملا سیاسی متفاوت از اون شعار، ولی این فعالیت سیاسی متکی بر مبارزات مردمی نیست، متکی بر یک قدرت دیگه است. آره علی جمهوری اسلامی میخواد قدرت جمهوری اسلامی رو بیاره به تکای ناتو و دولت‌های غربی که آمریکایی که یا سازمان مللی که نقش داره تو جنایت‌هایی که در عرض همین 30 سال 40 سال گذشته صورت گرفته تو دنیا. حتی من اقدام‌هایی که تو ایرانه، من تنها جمهوری اسلامی هستم، من تو سخنرانی‌ای که اینجا میدم با مردم میکنم میگم همه ما نقش داریم، همه ما نفت میداریم در اعدام هایی که چه تو ایران چه توی چین چه تو بنگلادش داره میشه. لباساتون رو نگاه کنید ببینید ساخته کجاست، بهشون میگم نگاه کنید ماک داره لباساتون، ببینید ساخته کجاست. اینا ساخته جاهایی که توش اعدام میشه. تمام این لباسایی که شما دارین میشین، ماشینایی که دارین سوار میشین، کسایی شما میخرین، کسایی ازش پولدار میشن، ولی ساخت کسایی که اینا رو درست کردن کارگرایی هستند که اگر حتی به اندازه کاری که کردن دست مزد بخوان دستگیر میشن و اعدام میشن. این اعدام در واقع نفعش رو فقط جمهوری اسلامی نمیبره، سرمایه جهانی داره میبره. برای همینه که این در واقع من اسمش رو میذارم تیر خلاص به مبارزه مردمی زدن، برای اینکه میاد میشوره دست جنایتکارای بین‌المللی، دست سرمایه‌داری جهانی رو. ببینید بذارید من یه مثال براتون بزنم، شاید شنیده باشید. کسی به اسم هرمن والاس در آمریکا دو سه روز گذشته آزاد شد. این یک سیاه‌پوستیه که 42 سال در سلول انفرادی تو آمریکا بود و این تنها آدمی نیست که در سلول انفرادی بوده، به تن آدمی نیست که سالها توی سلول انفرادی بوده توی آمریکا. آدم هایی هستن به خود سیاه پوستا توی آمریکا توی سلول انفرادی هم 20 سال و این ایشون بعد از 42 سال آزادش کردن به خاطر اینکه داره میمیره. ببینید این نیست که این سازمان های بین المللی که ایران تریبونال خواسته اینا رو به کمک اینها جمهوری اسلامی رو دادگاه بکشونه، که البته خب اصلا یه همچی چیزی هم اتفاق نیفتاده، ولی فرض بگیریم همچی خواستی داشتن. اینیست که اینا ندونن که دنیا چی میگذاره، ندونن که کارگر بنگلادشی که ساخت مرسلش خراب شد نمیخواستن اون روز اینا برن سر کار. این اتفاقی حتما یادتونه چند ماه پیش بنگلادش فاجعه‌ای که اتفاق افتاد، هزاران کارگر مردن. اینا اون روز دیدن ساختمون ترک خورده نمیخواستن برن، ولی کارخونه های زندانه مثل ایران هم اونجا هم همینجور. اینا رو زدنشون کارفرماهاشون فرستادنشون تو کارخونه، موقعی که داشتن کار میکردن ساختمون دوستشون خراب شد و بعد سختی بعضیشون میخواستن فرار کنن، درا قفل بود مثل زندان. یعنی اینا نمیدونن این سازمان های بین المللی که ایران تریبونال میره سراغشون، اینا نمیدونن که این والمارت در واقع تمام این مدهایی که این کارگرها داشتن براشون بیشتر کارگرهای کارخونه نساجی بودن داشتن کار میکردن و مردن زیر کار، نمیدونن چه وضعیت کاری دارن یا نمیخوان ببینن. یکی از کسایی که توی ایران تریبونال در واقع به عنوان قاضی حرف زد و دفاع کرد از دادگاهی کردن جمهوری اسلامی، اسمش موریس کوپیترنه. شما ببینید این آقا 10 سال در مقام گذشتر ویژه سازمان ملل در مورد ایران موقعیت داشته، حقوق بگیر بوده 10 سال. این آقا در این 10 سال ادامه خیابونی رو ندید. این آقا
که از 10 سال خانواده تیقه تو زندان بودن سراغش نرفتن. این آقای که فقط گزارش های سازمان عفو بین الملل رو میخوند که چقدر تو زندانن، بی خودی دارن اعدام میشن، کیف زهر کاظمی تو اون دوره بود، اگه اینا رو این آقا نشنید نمیخواست، چطوری تو اون موقعیت پول میگرفت و کارش این بود که به من گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با ایران باشه؟ هیچ غلطی نکرد این آقا. حالا آقای اخوان باید بیاد به این آقا نشون بده که در ایران چی گذشته. حیث من واقعا این چه کاره، این چه نوع کار سیاسیه؟ به جز این که به مردم بگیم تو ایران نگران نباشیم، خودمون دولت‌های غربی اینا میان حقوقتون رو بهتون میدن. میدونیم این واقعا ایران تریبون سو استفاده از خانواده زندانی سیاسی بود، سو استفاده از زندانیان سیاسی بود، واقعا سو استفاده بود. وقتی میخواد شروع بشه چند سال پیش اتفاقا کسیشون از اینجا به من گفت، من گفت کار کنیستم به شما نمیام، چون من میدونستم این کار این نوع جریانات رو میدونم چیه. اینها معتقد به کار مردمی نیستن، اینها اعتقادی ندارن به اینکه مردم میتونن با مبارزاتشون بیان و باید با مبارزاتشون حق حقوقشون رو بگیرن. اینها همیشه کنار قدرت ها بامیدن و از قدرت ها میخوان بیان که شرایط رو بهتر کنن برای مردم، و قدرت ها جنایت کارن از نظر من. فقط از نظر من نیست، شما نگاه کنید ببینید چه کارن. بله، عرضم به حضورتون که قبل از که من ادامه بدم اینجا بعد اضافه کنم که کسایی که از مدافعین ایران تریبونال هستن، ما این فرصت خواهیم داد که اگر نظری دارن نظرشون رو مطرح کنند. برگردیم رو صحبتهای شما. ببخشید، من خواهش. حتما بفرمایید. ولی دوست دارم اینو بگم که متاسفانه مدافعین ایران تریبونال از تمام مدیاها، از مدیاهای کوچیک و بزرگ استفاده کردن و تبلیغ کردن، حرفاشون رو زدن، برنامه هاشون پخش شد. متاسفانه آدم هایی که نقد داشتن به این نکار هیچ صدایی نداشتن. من اینجا میتونم اعلام کنم که به هیچ عنوان مانعی نداریم، اگر هر موافق باشید شما، ما حاضریم حتی یک میزه گرد داشته باشیم برای بررسی ایران تریبونال. اینجا هم پیشنهادشو میدیم، ولی برگردیم، یعنی این رو به شکل جدی گفتم، اگر چه مخالفین و مدافعین ایران تریبونال مایل بودن، ما قطعا تمایل خودمون رو ابراز میکنیم که میزگردی داشته باشیم به بررسی ایران تریبونال. برگردیم به بحث خودمون، اشاره که داشتید، الان قطعا ایران تریبونال نمیتونه تمامی اپوزیسیون آزادی خواه و آرمان خواه ایران باشه و علی جمهوری اسلامی. خب اینا طبیعتا بخشی هستن. بله، خب این اینها بخشی هستن. حالا ما برگردیم روی شاید به این شکل، حالا که داریم در قیاس میکنیم دهه 60 رو با الان، و شما دو صحبتتون هم اشاره داشتید به نسل جوانی که حالا نمیتونم جوان های نسل بعدی شاید بشه گفت بهشون، که این آرمان خواهی دهه 60 رو و اون دوره انقلابیگری رو، هرچند که باید به نظرم شرایط اون موقع و الان رو هم باید در نظر داشت که به هر حال از خیلی چیزا تغییر کرده، اگر از لحاظ پایه‌ای خواسته ها همون خواسته هاست، به اعتقاد من هم همین هست که خواسته ها هیچ تفاوتی نکرده، دشخیمی رژیم هم هیچ تغییری نداشته و نخواهد داشت. به نظرم راه سرنگونی چی تنها راهش خواهد بود. حالا من نباشم نظرم در این گفتگو بگم، ولی خواستم اینو توضیح بدم که این سوء تفاهم نباشه. آره، ولی شاید تغییر زمان خودش یک سری خواسته ها رو تغییر بده. خب این نسل فعلی به چه شکل باید این تجارب رو بگیره و این تجارب رو استفاده بکنه برای مبارزاتش؟ یه نکته ای رو که من فکر کردم شما در ادامه یعنی صحبت که اگه گفتی این ایران تریبونال یک نمونه است و من میتونم
چیزی در ادامه اون بگم و بعد. بله حتما، بله بفرمایید. بعد ببینید من ایران تریبونال رو به عنوان مثال زدم به خاطر اینکه اون به عنوان در واقع من فکر میکنم بخش زیادی از اپوزیسیون ایران در واقع سبک کاری سالان اینه. شما نگاه کنید در اتحادیه اروپا از جا کندن آدمایی از جریانات مختلف، شما نگاه بکنید لابیگری که میکنن در واقع اسمشو میذارن مبارزه، ولی لابیگری چیه واقعا؟ و بعد این پتیشن پر کردن ها، این پتیشن پر کردن ها یک روش برای لابیگریه و این لابیگری دقیقا برمیگرده به نگاه به این نگاه که تغییر از بیرون میاد نه از درون، و تغییر از طرف اول قدرت ها میاد نه از طرف مردم. ببینید اینو نگاه که اهمیتی به مردم نمیده و خودشو با اونا تعریف نمی کنه و مبارزه خودشو با اونا تعریف نمی کنه و مبارزهشو با قدرت ها تعریف می کنه، در واقع منظور من اینه که بخش زیادی از اپوزیسیون الان کارش اینه، سبک کارش اینه و فقط ایران تریبونال من به عنوان یک مثال ازش استفادم. ولی این که سوال بعدیتون این که نسل جوان، من فکر میکنم شاید توقع زیادی الان ببینید اگه ما تو بستر تاریخی بخوایم نگاه کنیم، بالاخره ما نسل من محصول یه انقلاب بود و انقلاب انسان رو تغییر میده. من میتونم بگم در از همون چند سال، حالا شاید در از دو سه سال که برای درگیر مبارزه علیه جمهوری اسلامی شده بودم، شاید 10 سال رشد کردم، ولی و خیلی دیگه همینطور. ببینید این منطقه اون شرایط خب الان نیست، نسل جدید توی شرایطی کاملا متفاوتی بزرگ شده، ولی امید من اینه که نسل جدید بتونه از اشتباهات نسل ما درس بگیره. و یکی از اشتباهات نسل ما این بود که ما به خاطر اینکه هیچ وقت ایران آزادی سیاسی نداشتیم، یاد نگرفتیم بحث کنیم و یاد نگرفتیم در واقع همه چیزی رو که تو ایران وجود نداشت، یعنی هیچ وقت وجود نداشت، زمان شاه وجود نداشت، جمهوری اسلامی وجود نداشت و نداره. آزادی سیاسی به این معنی که آدم ها بتونن بحث کنن و توی بحثی که آدم رشد میکنه، توی بحثی که تغییر ایجاد میشه و واقعا خود مغز حتی رشد میکنه. ببینید منظورم فقط حتی فیزیک مغز، ایده ها، منظورم به علاوه ایده ها. ببینید من امیدوارم نسل جدید لااقل از این امکاناتی که الان هست، امکانات ارتباطی که بیشتری وجود داره نسبت به دوره‌ای که ما فعالیت شروع کردیم، اینا بتونن از این استفاده کنن برای اینکه دامن بزنن به بحث بشه، چیزی که ایرانی جامعه به شدت میترسه ازش به خاطر اینکه خب همیشه با سرکوب همراه بوده و ترجیح میده همون حرف مرد یکیه رو بهش بچسبه و در عمل با اون باشه. بله بفرمایید. من بخواستم روی این موضوع رو یه مقدار باز بکنیم اگه موافق باشید که قیاسی بزنیم. اون دوره‌ای که به هر حال ما در اون دهه فعالیت می‌کردیم، ارتباطات ما این بود که اعلامیه‌ای رو چاپ کنیم، تایپ کنیم با دستگاه تایپ‌های در واقع دستی هم بود، بعد اونو چاپش کنیم، بعد پخشش کنیم در خونه ها، از زیر درها. خب قطعا هم خطرش خیلی بالا بود، هم وسعت و ارتباطش خیلی محدود بود به اون محله هایی که به هر حال ما میتونستیم دسترسی داشته باشیم. الان داریم میبینیم که فیسبوک، یوتیوب یا شبکه های اجتماعی، اینترنت این دسترسی رو و این ارتباطات رو چنان گسترده کرده که بدون خطر خیلی راحت تر شما میتونید با مخاطبین وسیع تری در ارتباط بگیرید. شاید پتیشن ها هم به نوعی این کمک رو بکنن که فشار رو
از زاویه های دیگه هم بر حاکمیت بیارن. اگر به نظر شما آیا میتونه ایراد این باشه که برای کسایی که فقط از این زاویه حرکت میکنن بگیم که شما فعالیتتون فقط رو شده این قضیه؟ چون اگر بخواد این گونه تکنولوژی و این امکانات رو ندیده گرفت، خب این ارتباطات رو با داخل و یا با افراد خیلی محدود میشه. یعنی اگر شما نخواهید از اینها استفاده کنید، خب ارتباطتون با مخاطبیتتون خیلی محدود میشه. دقیقا، ولی مسئله اینه که ما چطوری استفاده میکنیم. مسئله اینه که ببینید پتیشن برای لابیگریه، پتیشن دم میکنن میبرن، مثلا میخوان بدن به فلان ارگان نهاد بین المللی که خودش یه سر جنایت توی دنیاست، که بیا ببینید برای توی ایران چی میگذره. ببینید بفهم این مسئله که شرکتی یک سی جالبی توشه. ببینید اتفاقا چون الان وسایل ارتباط جمعی خیلی راحت تره، چقدر راحت تر میشه با دامن زدن به بحث و صحبت کردن سر مسائل مختلف آگاهی جمعی رو بالا برد. ولی متاسفانه حتی اپوزیسیونی که این امکانات داره، تلویزیون های 24 دارن، نمی کنن این کار. برای یه مثال شما نگاه کنید، چرا وقتی که شما این تلویزیون ها رو نگاه میکنید میان عمدتاً یا بحثاشون رو نگاه میکنید، عمدتاً میان از جنایت هایی که تو ایران صورت میگیره میان صحبت میکنن و بعد آلترناتیوشون چیه؟ دست به دامن قدرت های غربی شدن، دست به دامن نهادهای بین المللی شدن. ببینید اینا نمیان نشون بدن کارگر چینی، کارگری که تو آمریکاست، کارگری که تو انگلیسه، کارگری که تو بنگلادشه، واقعا به همون بدبختی رو داره میکشه کارگری ایرانی رو میکشه. ببینید میان فقر رو توی ایران نشون میدن، میان نشون بدن تو کشورهای دیگه همین جریانات وجود داره و مسئله میان میخوان در واقع بیننده بگن بابا من کاری دارم، فقط توی که اینقدر بدبختی و ما میریم با از طریق دولت های دیگه و از طریق نهادهای بین المللی جمعه سنجر میداریم و وضعیت رو بهتر میکنیم. و این باعث میشه که اون کارگر در واقع متوجه نشه بابا جان وضع کارگر همه جا همینه، برای اینکه سرمایه‌داری همینه، کارگر باید با هم متشکل بشن، متحد بشن و همبستگی و هم درونی هم با کارگرهای کشورهای دیگه. برای همین که مبارزات محلیه و دسته که ما میبینیم بورژوازی سرمایه‌داره هیچ مرزی براشون نیست، همه جا همه مرزا برای نقیه مردمه، برای سرمایه‌دارا نیست. ولی متاسفانه از این امکاناتی که الان وجود داره و میشه واقعا میشه ازش استفاده کرد، استفاده که میشه در واقع با توجه به همون استفاده سیاسی که میخوان ازش بکننه، میدونی در سکتایی بیان نشون بدن. همین الانی که کارگر ایرانی سر کارش میمیره به خاطر نبوده و بهداشت به یا به وضعیت کار درست، تو بنگلادش هم همین اتفاق میفته، یا تو چین کارگری که جعبه میخوابن. آیا ما میشنویم این چیزها رو؟ این مسئله میشنویم؟ آیا ما میشنویم توی از این مدیایی که حالا خودشون هم مبارز میدونن که بابا توی ایران اگه آپارتاید جنسی هست هر روز زنها رو تو خیابون نگه میدارن به بهانه حجابشون؟ و همین اتفاق بره تو آمریکا برای سیاه‌پوستا اتفاق میفته، اینا رو اینقدر هر روز نگه میدارن میگردنشون. خب چی؟ حالا بیان بریم سیاهای آمریکا بیان بریم از جمهوری اسلامی بخوان که بعضشون رو دولت هم از جمهوری اسلامی آمریکا بخواد بعض اونا رو بهتر کنه. اینه مسئله ما، اینه که اعتقاد یعنی میخوام بگم من گیرم من صورت اولم دیده اون آرمان ها و اون اعتقاداتی که بابا مردم هم که باید با اتکای خودشون و با مردم هم با اتکای قدرت خودشون نیروی خودشون چیز رو تغییر بدن. تغییر از بالا از بیرون نمیاد، بیاد برای نفع خودشونه، بیاد همون تغییری که آره آمریکا توی افغانستان تغییر ایجاد کرد، توی عراق تغییر ایجاد کرد، تبدیل به چیشون کرده؟ حتی از اون وضعیت اصفباری که بود صد برابر بدتر شده. برای چی؟ برای که اینا میخوان نفع خودشون برن. تا اونجایی که اوباما برمیگرده به راحتی مثل یک فاشیست برمیگرده میگه که ما
خاورمیانه رو منطقه رو ما به اون نفس احتیاج داره مردم ما تو سخنانی سویرین سید کسانی کدوم میدیا سر این هفته که مثل نیکانا برای میگرده میگه چی ما احتیاج به اون نفس داریم و به هر وسیله این نفس برای مردم خودمون تحیل میکنیم. یعنی چیه ما که شده مردم سوریه مردم ایران و بقیه مردم هم از بکشیم و بتونیم اون نفت رو بیاریم. یعنی برای که آره آمریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها چی هن مثلا فرق دارن با بقیه آدم ها. ببینید متاسفانه بخشی از این جریانات هم دنبال در واقع همین ذهنیت و همین نوع کار هستن. برای همین چشمشون به آمریکاست و نه تنها در مقابل جنگ هایی که آمریکا در 30 سال گذشته تغییر رژیم ها به نفع خودش نه تنها در مقابلش با نایستادن، بلکه حتی من میدیدم شعار بعد از سوریه نوبت ایرانه، حتی کارت دعوت برای بمب های آمریکایی فرستادن و ناتو که بیاین بمباران کنیم. واقعا نسرین جان اجازه بده من یک سوال مشخص رو بذارم جلوی شما که کم کم بحث امروزمونم بتونیم ببندیم. به عنوان کسی که به هر حال فعال سیاسی بودید، زندانی سیاسی بودید در اون دوره و به هر حال همون مبارزات رو هم به نوعی و به شکل‌های مختلف دارین الان ادامه میدین، چه جنبندی رو میشه از دهه 60 داشت برای اینکه در شرایط کنونی به طور مشخص بشه استفاده کرد و به طور شاید مشخص‌تر اینکه چه عواملی باعث شد که عامل یا عواملی که سازمان‌های سیاسی به این شکل اینقدر ضربه پذیر بشن و بعضی از اونها باز اون ضرباتی که در اون دهه بهشون خورد مخصوصاً اوائل 60 دیگه نتونستن به شکلی قد علم کنن و بتونن به مبارزه ادامه بدن؟ سوالتون خیلی دلازه و چند سوال ببینید من فکر میکنم آرمان هایی که اون دهه بود آزادی برابری همچنان همون خواسته وجود داره و میتونم بگم حتی زندگی مردم چند برابر مردم فقیر شدن و در نتیجه همون شعارها و همون آرمانها چند برابر همچنان ضرورت دارن که بگیم این انسان ها برای اینکه آزادی برای همه میخواستن، آزادی سیاسی، آزادی فردی برای همه میخواستن و یک زندگی بهتری میخواستن و اینکه ایران به اندازه کافی ثروتمند هست که همه آدم ها از یک زندگی خوبی برخوردار باشن، این انسان ها برای این ادام شدن، برای این خواسته ها ادام شدن، میخواستن که هر کسی سفرش توش قضا باشه، بچه خیابونی نباشن، وضعیت کارگرا با این وضعیت کلان، این هم خودکشی ها به خاطر چیه، این هم سخت، اینا اون انسان ها برای اینکه انسان ها زندگی بهتری داشته باشن اعدام شدن و همچنان باید برای همین، برای زندگی بهتر، برای آزادی سیاسی باید مبارزه کرد و مهم نیست از کدوم نسل هستیم، مهم نیست در واقع با چه گذشته ای هم میناییم، مهم نیست الان چی میدیم، الان کار سیاسی من چیه و الان باید من میتونم در واقع نسبتم با این تموم کنم بگم متاسفانه ما چون تو زمان شاه چون پروقرد بود اپوزیسیون اون دوره و در واقع در حال منجر به تربینی شاه شد ضد غربی بود، ولی جمهوری اسلامی با شعار من در آمریکا اومد و در نتیجه به مرور اپوزیسیون تفر غرب شد تا اونجایی که الان میگم براتون کارت دعوت برای ناتو میفرست که بیا بمباران کن. و یه مسئله دیگه هم که همچنان مثلا ما میبینیم این که چون رژیم تحت نام اسلام مذهب سرکوب میکنه و توجیه میکنه جنایت هاشو، یک
در واقع تو اساسی ما می‌بینیم بیشتر از اون که حتی خودشون سوسیس کنید می‌زن، حتی خودشون به خانه برای طلبی می‌زن، ولی به جایی که در واقع ضد سرمایه‌داری دیگه نیستن، ضد اسلامی شدن. ما می‌بینیم به جایی که مذبح سرمایه‌داری ما مذبح اسلامی ما می‌بینیم. این چیزی در واقع اون که جمهوری اسلامی از اسلام داره استفاده می‌کنه برای حفظش که سرمایه‌داریه، که ریشه تمام این سرکوب‌ها و تبعیضات و در واقع فقر و بدبختیه، در واقع اون اصلا از دل رفته، یعنی اصلا فراموش شده. و نمیگم برای همه، بازم میگم من هستم که اپوزیسیون کسایی جریاناتی که خیلی کم هستن که همچنان همه ایده همون آرمان ها رو دارن براش مبارزه میکنن، ولی یک بخش اعظمی از اپوزیسیون متاسفانه به شدت راست شد. بله، سپاسگزار از وقت شما و توضیحاتتون. حالا امیدواریم که بتونیم در آینده هم بیشتر با هم در ارتباط باشیم. اگر برای جمع‌بندی صحبتی داری گوش بکنیم. جمع‌بندی نفهم کنم همین بود که امیدوارم دوباره ما شاهد مبارزه بیشتری برای آزادی برابری باشیم و نفهم کنم مردم توی ایران باید با اتکاب نیروی خودشون، طبقه کارگر باید متشکل بشه و با اتکاب نیروی خودش برای تغییر حرکت کنه. نباید چشم به هیچ جناحی از رژیم و یا چشم به هیچ قدرتی از بیرون از ایران داشته باشه. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما خانم نسرین پرواز به خاطر وقتتون. خواهش میکنم. با درود، رادیو پیام تنها رادیوی فارسی زبان در شرق کانادا است که از ساعت 10 صبح به وقت هالیفکس، 5 بعد از ظهر تهران، روزهای یک شنبه به مدت 2 ساعت به صورت زنده اجرا و پخش میشه. برای اطلاعات بیشتر و همچنین برنامه‌های گذشته به وبسایت ما radiopayam.ca مراجعه کنید. Tune in to CKDU 88.1 FM every Sunday at 10 a.m. for Radio Payam with your host, Amir. On air since 2009, Radio Payam is the only Farsi show on the East Coast. For more information, visit radiopayam.ca.